69 فدرالیست داریم نگاه میکنیم، قسمت دومه. یه چیز دیگه که همیلتون میگه شماها چجوری اصلا روتون میشه که بیایید این رئیس جمهور ما رو با پادشاه بریتانیا یعنی بگید که شبیه اون همه کار است و ما هیچ کاره ایم. میگه تو اونجا، البته اینجا یه ذره غلو میکنه، میگه تو اونجا پادشاه هر وقتی بخواد، خب یه قانونی رو اگه وقتی تو پارلمان رد بشه و اینا، این میتونه اگه خوشش نیاد بگه خوشم نمیاد و اصلا قانون رو بندازه بیرون، یا اگه بعض وقتا خودش یه چیزی رو میخواد بکنه تو حلقوم پارلمان یا بده به اون نماینده هایی که دست نشیندهش هستن این کار رو بکنه. ولی میگه توی کشور ما، توی آمریکا، The President of the United States is to have power to return a bill which shall have passed the two branches of the legislature for reconsideration, and the bill so returned is to become a law if upon that reconsideration it be approved by two-thirds of both houses. ببینید خیلی جالبه، میگه ما به رئیس جمهورمون حق وتو دادیم، خب ولی وتو، میگه کوالیفاید وتو، یعنی وتو 100% دیگه هر چی دوست داشته باشه بکنه. کوالیفاید، کوالیفایم چجوریه؟ میگیم که اگه کنگره دو سوم مجلس نمایندگان و دو سوم سناتورا تصمیم گرفتن، این وتو رئیس جمهور رو میندازنش بیرون. میگم برو بابا. خب پس میگه اینجا شما چجوری اصلا اینو مقایسه میکنید با پادشاه انگلیس؟ بعد یه چیز دیگه هم که صحبت میکنه راجب بخش و عفو که یه قدرت هایی به رئیس جمهور دادن که میگن pardon power، بتونه ببخشه. خب میتونه خیلی ها رو ببخشه، ولی اگه کسی رو دارن ایمپیچ میکنن و اینا، یعنی دارن قانونی از کار برطرفش میکنن، رئیس جمهور نمیتونه دخالتی بکنه. ولی میگه توی انگلیس پادشاه خیلی کارا رو میتونه بکنه که رئیس جمهور اینجا ما قانون اساسی رو بهش اجازه نمیده که بکنه. حساب همینجوری پیش میره و مقایسه میکنه، میگه دولت استاندار نیویورک رو نگاه بکنید و ایالت های دیگه. همچین ما رئیس جمهورمون خیلی چیزا رو دیکته نمیکنه و طوری که نوشتیم این واقعا منافع شما رو در نظر داریم. بعد همون قسمت راجع به ارتش و فرماندهی ارتش و اینا میگه که مثلا دولت انگلیس، ببخشید پادشاه انگلیس و دست نشونده هاشون هر وقتی دوست داشته باشن میتونن یه کارهایی بکنن که یه دفعه مثلا کشتی های جنگی انگلیس رو 200 تا بکنن جای 100 تا یا فلان رو به امان. میگه توی آمریکا توی این قانون اساسی ما رئیس جمهور یه همچین کارهایی رو نمیتونه بکنه. همش داره میگه این ایرادهای بی خود و چرت و پرت دارید میگیرید. بعد چیز دیگه هم میگه The fourth, the president can only adjourn the national legislature in the single case of disagreement about the time of adjournment. The British monarchy may prorogue and even dissolve the parliament. باز میگه رئیس جمهور قدرتش محدوده در مقایسه با پادشاه آمریکا. ایراد دیگه ای هم که میگیرن، بعضی از این آمریکایی ها میگفتن چجوری توی این قانون اساسی شما حق دادید که رئیس جمهور سفیر بفرسته این ور اون ور و سفیر رو نامینیت بکنه، اسم انتخاب بکنه. اینا هم میگن که چه که شبیه انگلیس نیست که پادشاه همه کاره باشه، سفیر رو نامزد میکنه خب، ولی همون جوری که توی مقاله های پیش گفتیم بهتون، بایستین با advice and consent، باید هم با سنا در میون بذاره، هم این که سنا این رو تصویب بکنه، پس کشکی نمیتونه این کار رو بکنه.
بعد راجع به این سفیرا و اینا هم میگه که بالاخره بایستین رئیس جمهور ما هم یه نشون بدیم که یک جایگاه عالی در دولت ما داره و نمیتونیم همینجوری همش بزنیم تو سرش. اون وقت کشورهای دیگری که ما باش سر کله میزنیم مسخرمون میکنن. خلاصه دیگه اینجا خیلی تکرار و مکررات میشه، هی میگه این پادشاه این کارو میکنه، اون کارو میکنه، اون کارو میکنه، و ایالت داران بعضی هاشون مخصوصا مال نیویورک کارهایی که میکنه درست شبیه به همین قدرتیه که تقریبا به رئیس جمهورمون دادیم، با این فرق که میگه بابا بیایید این رئیس جمهور 13 تا ایالت متحده میخواد بشه، باید با یه ابهت بیشتری داشته باشه نسبت به استاندار یا ایالت داره یه ایالت. خلاصه میگیری که همینو در نظر داشته باشید. خب حالا بعدن مقاله 70 و بعدن در خدمتون خواهیم بود. فقط دو مرتبه بارها این خواهش کردم که 100% بشینید این ویدیوهایی رو که من روی این آلبوم ویدیویی بهتون براتون میذارم و اینا نگاه بکنید و خودتون هم یه مقداری بگردید دنبال ویدیوهای مشابه به اینا. مثلا بعضی وقتا هستش که یه ویدیوی سخنرانی یا میزگردی رو میذارم که در یه مجمعی انجام شده، نمیتونم هر سخنرانی رو توی اون مجمع شده خدمتون بذارم، شما خودتون بایستی نظره تحت توی قضیه رو در بیارید و بیشتر به اطلاعاتون اضافه بکنید. خب موفق باشید تا مقاله 70.